مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثقال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزله در شهر مقدس کربلا که از سال گذشته به طور جدی پیگیر اجرای پروژه زیارت اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر است و به صورت منظم و هفتگی جلساتی را با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار کرده، در جلسه اخیر خود به بررسی موضوع تأمین آب در ایام اربعین حسینی پرداخت. این مؤسسه در جلسه هفتگی خود که به ریاست شیخ مصطفی محمدی رئیس این مؤسسه و با حضور دیگر کارشناسان و متخصصان و برخی مسئولان مربوطه برگزار شد، جوانب مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد. سید عادل هاشم الموسوی یکی از اعضای مجری این طرح طی اظهاراتی به خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه گفت در جلسه این هفته نقطه نظرات زیاد و مفیدی توسط حاضرین مطرح شد و برخی راه‌های حل کمبود آب در ایام اربعین مقدس حسینی مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر عبدالامیر الخرسان مدیر اداره آب شهر مقدس کربلا که مهمان جلسه این هفته بود نیز برخی ملاحظات و نقطه نظرات را مطرح کرده و تعدادی از راهکارهای مناسب برای حل این مسئله را مطرح کرد. مؤسسه خیریه IHC از مؤسسات وابسته به دفتر مرجعیت شیعه در شهر لندن رسما دعوت به اهدای قربانی در سال 2023 را آغاز کرد. این مؤسسه خیریه که در شهر لندن مستقر است، بسته‌های مختلف معیشتی را آماده می‌کند. این بسته‌ها شامل گوشت و مرغ به قیمت 20 پوند است که قرار است در شهر دمشق جنب حرم حضرت زینب سلام الله علیها و یا در شهر مقدس کربلا توزیع شوند. گفتنی است از آنجایی که کشورهای عراق و سوریه همچنان از چالش‌های مهمی از جمله مشکلات سیاسی و امنیتی، بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل سطح بالای بیکاری و استانداردهای پایین زندگی مداوم رنج می‌برد، این بسته‌های معیشتی کمک خوبی برای مردم ناتوان محسوب می‌شود. وزیر امور اجتماعی دولت موقت لبنان با اشاره به عواقب زیانبار ماندن آوارگان سوری در این کشور تأکید کرد که گزینه سیاسی اتحادیه اروپا برای حل این بحران از 12 سال قبل شکست خورده است. هکتور حجار وزیر امور اجتماعی در دولت پیشبرد امور لبنان در واکنش به سنگ اندازی های جدید غرب و اتحادیه اروپا در مسیر بازگشت آوارگان سوری اعلام کرد که سازمان ملل در یافتن راهکار برای حل بحران آوارگان سوری شکست خورده است. حجار در ادامه خطاب به اتحادیه اروپا گفت که گزینه سیاسی شما درباره آوارگان سوری از 12 سال قبل شکست خورده و اگر شما نیز مایل به پذیرش 7 میلیون آواره سوری در اروپا هستید، ما آماده ایم از این طرح حمایت کنیم و به میزبانی از آوارگان سوری ادامه دهیم، در حالی که اواخر 2022 اولین مرحله طرح بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری از لبنان وارد فاز اجرایی شده و طی آن دو گروه از آنها در امنیت کامل و در میان استقبال مقامات سوری به کشورشان برگشتند و تحت حمایت قرار گرفتند. تحرکاتی که سازمان ملل با همکاری غرب و برخی طرفهای داخلی لبنان انجام داده مانع از تکمیل این طرح می شود. کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل و نمایندگی آن در لبنان بارها اعلام کرده که با بازگشت آوارگان سوری مخالف است. این کمیساریا و همچنین دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بیانیه‌های هشدارآمیزی نیز با این مضمون که سوریه برای بازگشت آوارگان امن نیست صادر کرده و در تلاش برای تحریک پناهجویان سوری به ماندن در لبنان هستند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد حدود 16 میلیون کودک در افغانستان به حفاظت و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. فراد آکیزا نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان گفت کودکان در افغانستان فراتر از سن خود کار می‌کنند و حقوق آنها نیز هر روز تضعیف می‌شود. دفتر یونیسف در افغانستان اظهار داشت فضای امن و مطمئن به کودکان آرامش می‌دهد و دختران کوچک می‌آموزند که چگونه بنویسند و بخوانند. اما افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان است که شمار زیادی از آموزش محروم هستند. یک تحقیق سازمان بین المللی حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل کاهش درآمد خانواده‌های خود مجبور به کار شدند. این مقام سازمان ملل خاطر نشان کرده بود بیش از 1.6 میلیون کودک در افغانستان که برخی از آنها فقط 6 سال دارند در شرایط خطرناک کار می‌کنند. در یک عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی و پلیس فیلیپین سرکرده داعش کشته شد. نیروهای امنیتی و پلیس فیلیپین در عملیاتی مشترک به 2 آپارتمان در ماراوی واقع در جزیره جنوبی میندیاناو حمله کرده و یکی از سرکردگان سنی‌های تندروی داعش را کشتند. ارتش فیلیپین در این خصوص اعلام کرد در این عملیات ابو زکریا و به اصطلاح امیر داعش در جنوب شرقی آسیا و نیز ابو موسید مغز متفکر تدارکات این گروه سنی تندرو کشته شدند. ارتش میگوید با این عملیات داعش در کشور فیلیپین بدون رهبر باقی مانده است. ابو زکریا که با نامهای جرمی مانباس و فخرالدین حاجی نیز شناخته میشد از عوامل اصلی محاصره شهر ماراوی سیتی در سال 2017 و جنایات دیگر در جنوب فیلیپین بوده است. در این سال 1200 نفر غیر نظامی کشته و بخش زیادی از شهر نابود شد. اخیراً محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به خروج پزشکان از ایران هشدار داده و گفته است که ادامه این روند منجر به وارد کردن پزشک خارجی خواهد شد. آنطور که دکتر ایرج خسرونیا رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصصان داخلی ایران میگوید مسائل مالی و اقتصادی پررنگ‌ترین دلیل میل به مهاجرت پزشکان به حساب می‌آید. 50% پزشکان و بسیاری از متخصصان و فوق تخصصان جوان حتی نمی‌توانند از پس مخارج روزانه خود برآیند و پزشکان قدیمی و پیشکسوت هم به دلیل مسائل اقتصادی تن به مهاجرت دادند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که ماهانه 150 تن از پزشکان ایرانی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. معلم مسلمان یک مدرسه در بمبئی هند که صدای اذان را از تلفن همراه خود برای دانش آموزان پخش کرده بود از کار برکنار شد. به گزارش مکتوب مدیا بلافاصله پس از اینکه ویدیویی از جلسه مجمع مدرسه بین المللی کاپول ویدان در کندیوالی بمبئی پخش شد که نشان دهنده پخش صدای اذان از بلندگوها بود، یک معلم مسلمان از کار در این مدرسه تعلیق شد. برکناری این معلم مسلمان از کار در این مدرسه بین المللی پس از اعتراض والدین هندو انجام شد. ایندیان اکسپرس به نقل از رهبر هندوتوا گفت در این کشور دموکراسی وجود دارد اما ما اجازه نخواهیم داد که این گونه از آن بهره برداری شود. به افزود این معلم تعلیق شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. مدرسه کاپول ویداندی یک مدرسه هندوست و نباید اقداماتی مانند پخش صدای اذان بار دیگر در این مدرسه تکرار شود.
طوفان بیپارجو در مناطق ساحلی هند و پاکستان ویرانی ایجاد کرد و باعث تخریب گسترده و تلفات جانی شد. این طوفان همراه با بادهای قوی و بارانهای سیل‌آسا آثار ویرانی از جمله قطع برق و تلفات غم‌انگیز را بر جای گذاشت. گفتنی است هر دو کشور اکنون بر تلاش‌های امدادی و بازیابی برای حمایت از مردم آسیب دیده و بازسازی مناطق متمرکز شدند. در پایان گفتنی است مقامات روز جمعه اعلام کردند که دست کم دو نفر در ایالت گجرات در غرب هند بر اثر سیلی که درست قبل از طوفان اتفاق افتاد جان خود را از دست دادند.